در ایران مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی امروز در مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگانی از بیش از 100 کشور جهان از جمله فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. حسن روحانی در سخنرانیش از کشورهای اروپایی که سه قدرت جهانی آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی به آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران شدند، درخواست کرد با آمریکا که این آزمایش‌ها را نقض روح توافق اتمی موسوم به برجام می‌داند همراه نشوند. جزئیات بیشتر در گزارش یگانه ارسپاران. حسن روحانی امروز مراسم تحلیف دومین دور ریاست جمهوری خود را در شرایطی برگزار کرد که کارنامه دوره اولش هم در داخل و هم در خارج با انتقاد روبروست. آقای روحانی هنگام ادای سوگند در حالی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در کنارش و برادر او علی لاریجانی رئیس قوه مقننه در صف قانونگذاران بر ادای سوگند نظارت داشتند، قول داد برای استقرار حقوق و آزادی‌های مدنی منعکس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش کند و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. بیکاری به خصوص در میان جوانانی که پس از گذراندن مراحل تحصیلی در جستجوی شغل وارد بازار کار می‌شوند، مهمترین مورد انتقادها در داخل است. نگرانی آمریکا و متحدانش در اروپا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از برنامه موشکی بالستیک نیز در رأس انتقادها در خارج است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که امروز در مراسم تحلیف حضور داشت، حامل درخواستای فعالان و گروه‌های حقوق بشری برای آزاد ساختن زندانیان سیاسی و هشدار غرب در مورد بازگشایی پرونده تهران در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به تخلفات و اتهامات حاکی از نقض قطعنامه منع آزمایش‌های موشکی بالستیک است. در همین حال سفر کیم یونگ نام رئیس مجلس کره شمالی به ایران که قرار است پس از مراسم تحلیف مدتی در تهران بماند، این حدس و گمان را پیش آورده است که جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های جدیدی را با کره شمالی در زمینه موشک‌های بالستیک تدارک می‌بیند. کره شمالی همچنین با کمبود منابع مالی برای پیشبرد برنامه‌های تسلیحاتی خود روبروست که می‌تواند از طریق این همکاری‌ها بخش عمده‌ای از نیازهای مالی‌اش را از طریق ایران تأمین کند. آقای روحانی در شکل بخشیدن به کابینه جدیدش نیز با فشارهای داخلی روبروست. فعالان و مدافعان حقوق زن نگرانند که در کابینه جدید نیز زنان فقط عهده‌دار مشاغلی شوند که نظیر پست معاونت ریاست جمهوری به تایید مجلس تحت کنترل محافظه‌کاران و تندروها نیازی ندارد. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا.